باید سب کنم سو so منم سلام میگم به تک تک برادر خاره عزیز مهمونای عزیز دوستای عزیز در این مکان و همینطور هم کسانی هم که از طریق یوتیوب به ما وصل شدن خوشحال هستم که این روز آخر سال 2023 میتونیم با هم بگذارونیم کلام خدا رو بشنویم و مخصوصا در آخرین روز سیلوستر یا سیو که هم هر دفعه که ما جمع میشدیم فقط زمان پرستش بود ما سعی میکردیم خدا رو پرستش بکنیم برای سال 2023 یعنی سال قبل و همینطور هم شروع می‌کردیم اعلام کردن و دعا کردن و تشکر کردن و این روش کلیسای ما که تقریبا 25 سال پیش که به وجود آمده که 31 دسامبر جمع میشیم و در ساعت دوازده وارد پرستش میشیم چون میخوایم واقعا رو احترام بذاریم و میخوایم بگیم, بگیم, بگیم ببین 2024 دو دو و و دیگه اینو تقدیم به تو میکنیم با دعا و با پرستش و فکر میکنم خدا رو خوشنود میکنیم عیسی رو خوشنود میکنیم چون جای اول رو زمانی که عیسی مسیح رو میگذاریم پس اینجا میتونم بگم که اونم افتخار میکنه که بهترینش رو میخوایم برای او بگذاریم اولی سانه های 2024 میخوایم به او تقدیم کنیم الان هم این چیز رو که نگاه کردن 2024 رو نگاه کردم دیدم که این 20 کامل صفر کامل دو کامل 4 یه جوری پج مورده شده یه جوری یعنی افتاده شد همینطور معمولاً کسانی که بدبین هستن نگاه میکنه میگن ببین حتما یه بلایی روی سر ما خواهد اومد حتما نگاه کردم طوری دیدم گفتم که ما این دو رو خودمون فوت کردیم صفر رو خودمون فوت کردیم دو رو خودمون الان چهار رو خدا باید شروع کنه با روح قدوسش پر کنه آمین امروز هم خدا این, این فضاهای یا این قلب‌های خالی میخواد عزیزان شاید واقعا یه نباوتی شده باشه چون این چیزی برحال تصادفی به وجود نمیاد شاید واقعا خدا چون پیام امروزم مربوط به اینم هست شاید خدا میخواد بهش تو بگه که ببین میخوای زندگی تو که الان شاید به یه پایان رسیدی که این باد یا حیات از تو رفته دوست داری من بیام اونجا روح خودم رو بدمم که تو رو دوباره زنده کنم دوباره یه چاری بکنم که همینطور میدرخشه آیا میخواییم؟ آمین خدا رو شکر همون که نگاه میکنیم موضوع امروز معمولیتی فراتر از غیر ممکن. حتما همه ما این فیلم رو دیدین با توم کروز نه؟ که معمولیت ممکن یا غیر ممکن. معمولیت غیر ممکن. اونجا هم نگاه میکنیم میبینیم که این توم کروز که واقعا در جاهایی قرار میگیره دیگه به بومبستایی قرار میگیره فقط یک راه حلی پیدا میکنه هیچ کسی حسابش حساب نمیکنه یه دوباره یه چیزی برحال به وجود بیاد یه نجاتی به وجود بیاد یا یه آزادی به وجود بیاد توم کروز همه کارا رو میتونست انجام بده مثل بیتمن اونجا حال چیز مشکلات رو حل میکرد و زمانی که موعظه رو آماده میکردم همینطور این کلام همینطور آمد که معمولیت فراتر از غیر ممکن یعنی بیشتر من اول اینطوری گفتم معمولیت غیر ممکن فقط نسین میاد هر دفعه یه چیز رو کامل میکنه و میگه یک معمولیت فراتر از غیر ممکن آمین فراتر از غیر ممکن یعنی منظور یه با جایی قرار گرفتی دیگه بمبست کامل هیچ دیگه اعتمادی یا هیچ قدرت هیچ چیزی نداری اونجاست که خدا مثل این که با یک قدرت جدید میاد این چیزی که غیر ممکن بود ممکن میکنه آمین و ایو برای این خدا به هم دست بزنیم که امروز هم یک روزی هست که خداوند میخواد در زندگی تو غیر ممکنه رو ممکن کنه و همینطورم هم که گفتم فراتر از غیر ممکن ما هم مخصوصا در یک زمانی زندگی میکنیم که دنیا تبدیل روز به روز تبدیل به تاریکی میشه جنگ هستن روز به روز چیزای خبرای تازه به وجود میاد همینطور برهان های آب و هوا الانم تو آلمان تو هامبورگ هم الان قرار گرفته و مردم هم در این حراسانی و همینطور هم در ترس و نگرانی زندگی میکنن و این واقعا یک ظلمتی است که در این دنیا روز به روز یا هفته به هفته یا ماه به ماه سال به سال زیادتر میشه و اینجاست که ما باید نگاه کنیم ببینیم کلیسا الان کجا هست کلیسا چه نقشه ای داره کلیسایی که همینطور کلام خدا میگه ما سفیران مسیح هستیم آمین نور و نمک این جهان هستیم ما رساله های مسیح هستیم این تمام کلام های خیلی قوی و گنده هست فقط کجاست کجا کلیساست که واقعا نور و نمکه یا همینطور سفیرانه و کلیساها معمولا باید سفارت پادشاهی خدا باشن که از اونجا حیات و نور جاری میشه فقط کجا هستن کجاست قدرت خدا کجاست این موجزه هایی که خداوند گفته باید انجام بشه فکر میکنم کلیسایی که قدرت عیسی مسیح قدرت بخشیده شده که روی ماران و اغربان و تمامی قدرت دشمن رو پاید، پایدال کنیم دیگه میبینیم اصلا هیچ قدرت اینجا دیده نمیشه و به نظر میرسه که واقعا اگر از نرمال اگر از ظاهری نگاه میکنم میگم که کلیسا کلیسایی هست که معمولیت غیر ممکن جلوی معموریتهای غیرممکن روبرو شده که خیلی‌ها هستن که دیگه تسلیم شدن و به نظرم میاد واقعا این قدرت شیطان این ظلمت بر بیشتر و بیشتر این دنیا رو فرو گرفته فکرهای ایماندارا رو فرو گرفته و هم بیشتر و بیشتر می‌بینیم که شیطان با این شرارت‌های خودش و ملکوت خودش در این دنیا آشکار میکنه نشون میده و به این خاطر همه انسان واقعا در این نگرانی هستن چی میشه یه خطری دیگه حتما یه از یه جای دیگه خواهد شد و معمولا در واقع مخصوصا زمانی که این تاریکی و ظلمت رو در این دنیا میبینیم مخصوصا در این زمانی هست که نور کلیسا باید شروع کنه به درخشیدن هرچقدر ظلمت زیادتر میشه نور باید بیشتر دیده بشه درسته؟ به این خاطر به این خاطر که ما باید سوال کنیم و مخصوصا که وارد سال 2024 ما میشیم باید واقعا اینطوری فکر میکردم آیا واقعا دشمن در این قسمت موفق شده که فرزندان خدا رو یه جوری چنان گیج کنه یا کور نسبت به چیزهای وعده های خدا و اقوا و مشغول کارهای کارهای خودش بکنه که نسبت به عیسی مسیح و دعوتی که ما رو خداوند به ما, ما رو دعوت کرده دعوت سماوی اونجا بی تفاوت باشیم و هیچ علاقه ای نشون ندیم آیا شیطان موفق شده ما ارزش نجات رو هنوز میدونیم یا از دست دادیم فقط برای ما یک چیز عادی شده و میگیم که یک روز ما نجات پیدا کردیم دیگه هاللویا آیا قدرت خدا کجاست کجا دیده میشه و در کلام خدا زمانی که عیسی مسیح در مورد زمان آخر هم صحبت میکرد اونجا میگفت که حتی در نتیجه های افسونی شرارت محبت بسیاری به سردی خواهند گرایید و اینم نه فقط برای دنیا است این هم میتونه برای ما هم باشه یک کسی که بی تفاوت شده یک کسی دیگه دیگه باور نمیکنه اینطوری به وعده خدا بعد از یه مدتی که دعای میکنه و دعاشون اینطوری شنیده نمیشه نه به خود اینکه خدا نمیشنوه بلکه هنوز وقتش نیست که جواب بده چون هر دعایی که ما میکنیم خدا میشنوه و برای این بخشیدن این یا جواب دادن این دعا باید اول ما رو آماده کنه که بتونیم به دست بیاریم فقط ما زود سست میشیم و همینطورم برحال بی تفاوتی به بی‌تفاوتی بیاد بی, 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 بی میتونم بگم که بدترین بدترین حالی هست که یک ایماندار میتونه بیفته مخصوصا زمانی که به این وعده های خدا نگاه میکنیم و به این ریسورس ریسورس میشه این قدرتی که این چشمه ای که خداوند برای ما آماده کرده ما همه چی رو داریم فقط دیگه باور نمی کنیم و زمانی که باورم نمی کنیم دیگه چشممون خودمون برای ما خدا رو پرستش می کنیم و همینطورم دعا می کنیم و کلیسا هم میاییم و کارهای خودمون رو انجام میدیم بعد این از این اصل این, این چشمه ای که قدرت خدا از دور میشیم و باور نمی‌کنه و زندگی خودمون رو همینطور هم برحال با این دید با این ایمان یا من حیات جاودانی رو دارم فقط امروز روز آخره و وقت احساس میکنم امروز خدا میخواد یه کاری جدیدی یه کار نمیخوام بگم جدیدی خدا هیچ چیزی جدیدی نیست چیزایی هست که آماده هستم و فقط باید دریافت کنیم فقط خدا میخواد شاید به ما یادآوری کنه امروز برای کلام خدا زمانی که نگاه میکنم میگیم دل فرزندان خدا سر شدن آنها دیگه به قدرت قدرت خدا ایمان ایمان دیگه ندارن آنها ناامید و خسته هستند و همینطور که گفتم بی تفاوت شدن همه چیز از درونش خوش شده سمره در خودش نم نمی و یه جوری کار شیطان از زانی اینه که ما رو به یه جایی ببره برسونه که ما تسلیم بشیم کار شیطانه، زمانی که تو تسلیم شدی پس شیطان میگه که من موفق شدم دوباره میگم در ما در هر برادر ای که در نام پدر پسر روح تعمید گرفتن و از آب آمدم بیرون خدا اینجا این قدرت به وسیله قدرت قیامت خودش ما رو زنده کرده یعنی قدرت قیامت خدا در همه ما هست فقط چون میگم چون دیگه تسلیم شدیم از این استفاده نمی کنیم و این زمانی که در این قسمت ها فکر می کردم یاد ایلیا می افتادم که خودش هم در یک زمانی زندگی میکرد یه پادشاهی بود پادشاهی اخاب و هم یک زنی داشت اسمش ایزبل بود و قوم اسرائیل رو گمراه میکردن بود پرستی میکردن قوم هم هم تو گیت شده بود دیگه نمیدونست چی درسته چی درست نیست همه زندگی خودشون انجام میدادن و خدا اون موقع زمانی که دید که اصلا این قوم این پادشاه که باید کشور خودش رو درست هدایت کنه این کار رو نمیکنه به وسیله ایلیا یک قطعی اوورد سه سال اعلام کرد گفته سه سال بارون نخواهد آمد و بعد از سه سال تمام تصور کنیم سه سال نه یک قطره بارون نیومد در کشور اسرائیل یه جایی هست که سی و پنج سی و هفت، چل درجه حرارتشه همه دیگه تمام حیوانات هم همینطور دهیواش یواش از بین میرفتم و همینطورم جمعیت اسرائیل و بعد از این خدا به الیا گفته که برو الان پیش اخاب من میخوام دوباره آسمون رو باز کنم برو پیشش و بعد از این میبینیم که الیا رفت و تمام قوم اسرائیل رو جمع کرد و همینطور هم اخاب رو و اخاب و همینطورم همسرش ایزابل تقریبا 650 تا نبی ها و, و همینطور نبی های کاذبین و همینطورم هم کاهنان داشتن که فقط بود پرستی قوم خدا رو به بود پرستی ادایت میکردن بعد از این خودش اینجا آمد و قوم رو جمع کرد و یک مذبعی ساخت و میخواست یه جوری ثابت کنه که خدای ما چه خدایی هست چرا خدا رو فراموش کردن و زمانی که این مزبر رو ساخته بعد از این می‌بینیم که در اول پادشاهان آیه 18 باب 18 آیه 21 این نسرین این کلام رو میخونه تا به کی در میان می بلندترش کنی خواهش میکنم نه بگو تا به کی در میان دو فرقه میلنگید تا به کی دو دل خواهید ماند اگر خداوند خداست از او پیروی کنید و اگر بوت بل پس از او پیروی کنید مردم حتی یک کلمه پاسخ ندادند تو اینجا این همون قوم اسرائیل که جمع کرده گفته که تا کی در میان دو فرقه میلنگید یه پا در با خدا یک پا در دنیا یک پا میخوای خدا رو خوشنود کنی یک با با بت پرستی حال دشمن خدا شدی تا کی و یا همینطورم میگه تا به کی این در کتاب انجیل کتاب مقدس تفسیری است تا به کی دو دل خواهید ماند یعنی خدا که نگاه میکنه میگه زمانی که من تو رو نجات دادم و زمانی که ما به عیسی مسیح ایمان آوردیم و زمانی که ما تعمید گرفتیم و یادتون هست نمیدونم کجا تعمید گرفتی اونجا ایستادی میگی که از امروز به بعد عیسی مسیح مرکز زندگی منه اوست که در من حکومت میکنه و اینجاست که میگه که تا که الان دلت کجا کجا رفته چه اتفاقی افتاده که دو دل شدی و شروع کردی قلب تو قسمتی در دنیاست میخوای لذت ببری یه قسمتی هست که میخوای با خدا برالوی یه قسمت خدا رو خوشنود کنید اینجاست که اه کلام خدا اینجا نگاه میکنیم این داستان هایی که در عهد عت عتیق هم نوشته شده فقط یک داستانی نیست این چیزهایی هست که نمونه هایی است که ما الان در, اون در روح در که زندگی میکنیم تر چه اتفاقاتی اونجا افتاد الان اینجا هم که ما در سال در این عهد جدید زندگی میکنیم اینجاست که خدا در روح چی میخواد با ما صحبت کنه و اینجا زمانی که مزبر رو ساخته و بعد از این به این کاهنای این کاذب این تمام این این این, این های کاذب اونجا گفته باشه اوکی الان این قربانی رو ساختیم و همینطورم هم یک یک قربانی روی این قربانگاه گذاشتیم الان دعا کنین دعا کنین در برای برای این آتشی که از بالا خواهد افتاد و این قربانی رو خواهد بلید کدوم میگه که کدوم خدا جواب داده جواب بده این خدای واحده و این نبی ها شروع کردن تقریبا چند ساعت فقط در حال دعا, دعا کردن بودن و هزار تا کارای انجام میدادن که خدا جواب بده با آتش بیاد و جواب بده و هیچ اتفاقی نافتاد بعد از این اینجا می بینیم که ایلیا اینجا ایستاد و دعا کرد میگه ای خدای ابراهیم خدای اسحاق خدای یعقوب بیا خودت رو جواب بده که این قوم بدونه که تنها خدا تو هستی و زمانی که این دعا رو کرد یه آتشی از بالا آمد تو این قربانگاه و این قربانی قربانی که گذاشته شده همه چی رو بلید و بلافاصله اینجا میبینیم که در در اول پادشان با 18 آیه 38 و 39 نسیم بتونی بخونیم آتش یهوه افتاده قربانی سوختنی و هیزم و سنگ ها و خاک را بلعید و آب را که در خندق بود لیسید و تمامی قوم چون این را دیدن به روی خود افتاده گفتند یهوه او خداست یهوه او خداست یعنی فقط تنها این آتشی که از خداوند آمد آمد و این افرادی که دو دل بودند افرادی که قلبشون یه قسمتی در دنیا یه قسمتی که با خدا بود اینجا به این آتش ثابت کرد که خدای یهوه خدای خداست خدای واقعیه و اون موقع بود که این افراد دوباره با تمام دلشون برگشتن پیش خدا و اونجاست که هنوز بارون نیامده بود هنوز زمین خوش بود بعد از این خود الیا رفت گفته که میخوام برم دعا کنم فقط جالبش اینه که به اخاب میگه که اخاب, اخاب اینجا برو بخور و بنوش من صدای غرش باران رو که نزدیک میشود میشنوم هیچ چیزی اتفاقی نه افتاده بود نه بارونی آمده بود فقط زمانی که ما به وعده خدا نگاه میکنیم زمانی که این قوم دوباره برگشته به سمت خدا خدا یواش یواش آماده میکنه این باران خودش رو دوباره بباره و قلب هایی که خوش شده قلب هایی که هیچ سمری نداره دوباره سیراب کنه و اینجاست که خود اخاب خود الیا به اخاب گفته که من میشنوم و بعد از این خودش رفت و شروع کرد به دعا کردن شفاعت کردن یعنی هفت بار شروع کرد به دعا کردن و بعد از هفتمین بار اونجا توی روی چیز آسمونی ابر که به اندازه یک دست دید و بلافاصله آمد پیش اخاب گفته که اخاب الان ارابه خود رو ببند و فروت شو مبادا باران تو رو مانع شود یعنی گفته که الان برو الان این اسبای خودت رو آماده کن و برو چون الان یک باران باران عظیمی خواهد آمد با یه چل و پنج میتونی بخونی و واقع شد خود رو ببند و فرود شد مبادا باران تو را مانع شود و واقع شد که در اندک زمانی آسمان از ابر غلیظ و باد سیه شد و باران سخت بارید و اخاب سوار شده به یزرائیل آمد و دست خداوند بر ایلیا نهاده شده کمر خود را بست و پیش روی اخاب دوید تا به یزرائیل رسید ایلیا که تقریبا فکر می‌کنم شست سالش بود، شست و پنج سالش بود بهترین، تونترین دونده ماراتون جهان شد این یه عکسی هست که می‌خوام نشون بدم الان تصور کنین اخواب ایلیا گفته که الان اسب و بعد و شروع کن به دویدن یعنی برگرد به خونه خودش و زمانی که اینجا خدا شروع میکنه کارهایی انجام بده همون موضوع امروز چی بود؟ موضوع امروز این بود فراتر و میگه که کلام و دست خدا روی, اخ... روی اه... الیا آمد و الیا کمرش بس رو بست و شروع کرد به دویدن الان فقط تصور کنین یه چیزی نیست که خداوند فقط گفته یه چیزی مثلا یه داستانی باشه بلکه یه چیزی واقعیه که خداوند میخواد در روح به ما نشون بده زمانی که ما درست استادیم خدا از ما که توانایی شاید هیچ چیز رو نداریم یا کمی داریم خدا میتونه از ما یه قهرمانهایی بسازه زمانی که دست خدا روی ما بیاد و اونجا میبینیم که یهو آسمون باز شد و باران شروع کرد باریدن و هم تمام زمین دوباره شروع کرد به سبز شدن این یک چیزایی هست که عزیزان که خدا روش ها رو به ما نشون میده زمانی که قلب خودمون رو بر میگردونیم از این دودلی بر میگردونیم این دودلی که به وسیله این فریب شیطان این اتفاقاتی که در این دنیا میفته و چشممون قلبمون به چیزهای دیگه میبندیم دودل میشیم اونجا نه آتش خواهد آمد نه باران خواهد آمد و قلب ما خوش خواهد شد و این باعث میشه نه ای در خودمون نمیبینیم ثمره صلح سلامتی نمیبینیم ثمره محبت نمیبینیم ثمره آرامش نمیبینیم این تمام ثمره های هست و اینجاست که قوم خدا متاسفانه در یه جایی قرار گرفته که هیچ چیزی از او دیده نمیشه نمکی نیست نه نم نوری نیست و ما همینطور زندگی میکنیم فقط خدا رو شو خدا همینطور به وسیله یو برای زمان آخر پیشنهاد پیشنو پیشنو کرده در یوئل باب دو آیه بیست و سه ای پسران سیحون در یهوه خدای خیش وجد و شادی نمایید زیرا که باران اولین را به اندازش به شما داده است و باران اول و آخر را در وقت برای شما بارانیده است آمین این باران اول ما میدونیم کی به وجود آمد دو okay. هزار سال پیش در پنتیکاست این باران اولی بود که آمد و میگه که و باران اول و آخر رو در وقت برایش ما بارینه بارانیده هست یعنی ما الان کلیسا دنبال یا منتظر اون وعده ای هست که خداوند داده که در زمان آخر خدا دوباره یک کار بسیار عظیمی همین تو دو هزار سال پیش فقط در اورشلیم کرده الان در زمان آخر در کل دنیا خواهد کمه در کلیسای خودش در بدن خودش همه چی آماده هست تنها چیزی که الان هست که قوم خدا مشخص بشه متوجه بشه در چه, حالیه، چه حالی از چقدر در دودلی قرار گرفته و درست بتونه برای خداوند بیسته و خودش رو به حال کلام خدا اینطوری می خودمون باید روی این مذبخ بذارین اون موقع آتش میاد آتش رو قدس میاد و اونجاست که خدا میتونم بگم از سوی قهرمانی میسازه که تمام وعده هایی که داده شده اون موقع هست که یواش یواش به وسیله زندگی تو جاری میشه اون موقع هست که این نمک رو خودت اول میچشی و همینطور هم منتقل میکنی اونجا نور نوری هست که اونجا خواهد درخشید همین چیزی که الان در این قسمت چهار گفتم زمانی که خدا وارد زندگی تو روح القدس یا قدرت روح القدس وارد میشه اون موقع هست از تو یه کسی میکنه که میتونه همون چیزی که گفتم که یه ماموریت فراتر از غیر ممکن اینجا تو در اون زندگی کنی این خاندگی ماست به این خاطر خبر خوش عزیزان این من نمیخوام الان چیزها منفی رو نگاه میکنم نگاه کنم همینطور چهار رو نگاه نکردم منفی بلکه مثبت و هدف خداست و آرزو خداست که خودش عیسی مسیح خودش میگه من آمدم تا آش آتش بر زمین افروزم پس چه میخواهم چقدر آرزو دارم اگر الان در گرفته هست این آرزوی عیسی مسیح عزیزان که دنبال قلب هایی هست که خودشون آماده هست که خدا بیاد این قلب های خودت رو شعله ور کنه شعله ور کنه با اشتیاق شعله ور کنه با قدرت با غیرت این آتش عیسی مسیح آتش رول که ما رو آزاد میکنه هر نوع ترس این آتشی هست که میتونم بگم که اقتدار رو به تو میده جایی که میترسیدی صحبت بکنی یهو میبینی که چطور با اقتدار صحبت میکنی خدا این اونیفرم پادشاهی تقریبا مثل الان اونیفرم های پلیسی که هستن این اونیفرم نشانه اقتداره و خداوند میخواد به وسیله رول قدوس این, اخت... این لباس ا... این لباس رول قدوس رو این اختدار رو به تک تک ما ببخشه و همینطور گفتم وارد یک زندگی بشیم که میتونیم که معمولیت فراتر از غیر ممکن در, اون... در این حال ما زندگی کنیم و این قدرت رول قدسه که پیروزی رو برای ما میاره اقتدار همینطور گفتم شادی رو در زندگی ما میاره عزیزان یک شادی بیشتری من فکر میکنم یکم یک از, بزرگترین شهادتی شهادت ما در این دنیا شادی ماست نه شادی جشن شادی عیسی مسیحه شادی این وعده هایی که خداوند به ما بخشیده شادی یک روز خداوند منو شریک جلال خودش خواهد کرد هر چقدر در این دنیا سختی هایی میکشم. این قدرت رول قدس این آتش رول قدس منو منو به یه زندگی موافق و طبیعی منو هدایت میکنه که زندگی من نرمال نیست اون نرماله از دیده از دنیا اون نرماله فقط یه چیزهایی هست که خداوند به وسیله تو انجام خواهد شد که نام او برافراشته بشه من مطمئن هستم که خدا امروز میخواد تک تک ما رو آماده کنه که این آتش رو در زندگی ما بیاره که خداوند امروز میخواد به تو بگه که ببین هر چقدر خسته هستی، هر چقدر کوبیده هستی، هر چقدر سعی کردی انجام نشد، الان منو صدا کن، الان خودت رو بیار در این قربانگاه بذار، آتش من از تو یک شخصی دیگه ای میکنه، آتش،, آتش خودمه که تو رو بلند خواهد کرد، امید خواهد داد، و آتش منه که همینطور حضور خودم رو، حضور خداست که روی زندگی تو میاره، یه کسی که در این آتش زندگی میکنه هیچ موقع دعا نمیکنه یا هیچ موقع نمیگه که خدا چرا منو ترک کردی چون خودش در این این مشارکت در این سمیم مشارکت صمیمی با او زندگی میکنه به این خاطر در رومیان با 8 های سی اینجا میگه که برعکس در همه این امور ما به چیزهای فراتر از پیروزی دست یافتیم به وسیله او که ما رو محبت کرد تقریبا هم این کلام رو میتونیم برداریم که الان گفتم ماموریت که در مورد صحبت کردم اینجا خودم میگه که ما به چیز چیزی فراتر از پیروزی دست یافته ایم فراتر از پیروزی یعنی چیزایی هست که ما زندگی از ما قرار میگیریم که هیچ چیزی نیست که مانعی نمیتونه جلوی, جلوی زندگی ما بیاد و عزیزان دنیا منتظر ماست دنیا سوالی یا جوابی ندارن سوالهایی دارن جوابی ندارن جواب در کلیسای خداست و من مطمئن هستم در یک زمانی هستیم که خدا میخواد شروع کنه به وسیله این آتش روح القدس این حضور خودش این آتش منظور نیست که آتشی است آتش یعنی حضور قدوسیت خداست که تو رو پاک نگه میداره تو میتونی غلبه بیابی روی هر گناه هر وسوسه هر دروغ شیطان مثل موش ما خودمون رو کنار نمیکشیم بلکه مثل یک شیر میتونیم بی اینجا بیستیم شاید باور نمی کنی. خدا اینا میخواد انجام بده در زندگی تک تکش ما مسیحیت یک مذهب نیست بلکه یک اشتیاق هست محبت هست سرس بردیگی هست و مسیحیت یعنی زندگی در موافق و طبیعی هست یه حیاتی هست عزیزان اینو ما فراموش کردیم و تمام رسورس نمیدونم رسورس رسورس یعنی تمام چی؟ ملائه ملابه درستم ملابه منتظر ماست زمانی که روح القدس زمانی که خداوند میخواد واقعا به این آتش روح قدس ما رو تعمید بده اونجاست که آتش آتش روح قدس از ما که, از، که, ما رو از یک شخص ضعیف به یک قهرمان تبدیل می کند اینو باید عوض کنید. بعدش بعدش آفرین آتش روی خدس از که تو میتونی بگی که منو از یک شخص ضعیف به یک قهرمان تبدیل میکند اینو برای خودت بخون آتش روی خدس روی خدس از که منو از یک شخص ضعیف به یک قهرمان تبدیل میکند پیروزی اختدار شادی شفا را برمغان می آورد. قدرت، مکاشفه و اشتیاق به من می دهد. مرا به زندگی مافوق و طبیع ما، ماور و رو طبیعی می آورد. هدایت می کند. حضور خدا رو به ما، به من نزدیک می کند. شکوه و جلال رو به زندگی من می آورد. اینو بخونیم و اعلام کنیم. می الان با هم بخونیم، با هم اعلام کنیم. آمین. پس بلند بگی که آتش روح القدس است که مرا از یک شخص ضعیف به یک قهرمان تبدیل می کند پیروزی، اقتدار، شادی، شفا و به انقرار می آورد قدرت، مکاشفه و اشتیاق می دهد مرا را از زندگی ما فقط طبیعی می آورد حضور خدا را به من نزدیک می کند شکو و جلال رو به زندگی من میآورد. آمین یه دستی بزنیم برای این اعلامی هاللویا <applause> خدا من. از این چیزایی است عزیزان که شیطان متنفره که تو اینو باور کنی گوش میکنین شیطان متنفره که تو اینو اعلام اینو باور کنی و اعلام کنی به این خاطر در این پیامی که الان هست خدا میخواد زمانی که برای 2024 فکر میکنیم فکر نکنیم آها همه چی خوب میشه یه جوری همه چی میشه یا کاشکی اینطوری بشه کاشکی اونطوری بشه عزیزان آرزوهایی که داریم بمونه فقط امیدتون عزیزان امید همه ما فقط به این آتش دست خدا که همینطور روی, روی چیز آمد روی الیا آمد کمرش رو بست شکست به دویدن الان من نگاه کنید، شست و پنج سالش بود دو تا سه تا اسبایی بودن او کنار هم میدویدن مردی مرد جوونی نمیتونست انجام بده این از که خداوند میخواهد انجام بده قسمت آخر از آن فقط میخوام بگم چون هفته گذشته بود یا نه, نه این هفته بود با نسرین رو همینطور الهام نشسته بودیم تلویزیون نگاه میکردیم یه فیلمی بود این فیلمش اسمش دوتا یتیم توانا دوازده تا یتیم توانا و یه فیلم واقعی بود و این فیلم خیلی با من صحبت کرد مخصوصا در این زمان آخر هم که ما زندگی میکنیم و در سال تقریبا 1930 بود تو آمریکا اتفاقاتی که اونجا افتاده بود جنگ هایی بود و و همینطور هم از طریق اقتصادی اونجا واقعا کشور آمریکا هم همینطور به هم ریخته بود و خیلی بودن که خیلی بچه ها بودن که پدر مادرشون از دست داده بودن و اون موقع هم همینطور یتیم خونه هایی بودن که اونجا گذاشته بودن و فقط این افرادی که یتیم بودن کلا از دید آمریکا اینطوری نگاه میکردن مثل اینکه که کلاس دوم و سوم هستن یعنی به درد نمیخونه کسی که پدر مادر نداره یعنی مثل اینکه هیچ شخصی،, شخصی, نیست و خودشون هم در یک یتیم خونه بودم و اونجا برحال سنشون از هر نصف این بودن فقط یه قسمتی بودن که سنش دوازه تا شونزد سالش بود و برحال جوانایی بودن که سر همدیگه رو میکوبیدن با همینطورم هم فقط خرابکاری میکردن و یک مربی بود مربی فوتبال نه فوتبال آلمان و یا اروپا فوتبالایی که تو آمریکا بازی میکنن که تو رو برمی‌دارن هم میدارن همینطور با همدیگه، دیگه خیلی خیلی قوی جا میخورن و توپ رو باید ببرن اون طرف بر حال این مربی آمد و و گفته که دوست دارین فوتبال بازی کنین و گفتن که ما دوست داریم و گفته باشه الان من میخوام از شما یه تیمی بسازم و این اشتیاق رو در خودشون به وجود آورد یک اشتیاقی بود که نه فقط از طریق سپورتی بود بلکه بهشان هویت بخشید گفته که ببین شما شما یتیم هستین فقط خیلی مهم هستین خیلی با ارزش هستین و شما هایی هستین شما هنوز آشنایی با خودتون ندارین فیلم مسیح هم نبود ها و بعد, بعد از یه مدت این این جوانان واقعا غیرت گرفتن و زمانی که این مربی هم اونجا برحال به هم تمرین تمرینم میکرد از این تمرینها تمرین ها خیلی چیزهایی میرسن یاد بگیرن و بعد از یک مدت هم واقعا یک تیمی شدن و این باعث شد که میتونستن برن با یک تیمی دیگه اونجا مسابقه بود اونجا موفق شدن و این موفقیت باعث شد که یه شادی به وجود بیاد بعد از این رویشان شروع کرد این مربی کار کردن و دایمان در حال این بود که هویت های ایشان رو قوی کنه یک،, پسری بود که خیلی لاغر بود اصلا میگم که به دست به درد این بازی نمیخورد فقط گفته من نمیتونم فقط گفته نه تو میتونی چون تو لاغر هستی بقیه همه چاق و اینطوری گنده هستن فقط تو خیلی تند میتونی بدوی از تو میتونیم استفاده کنیم و همه تک تک این افراد رو این دوازه نفر بودن جایگاه خودش رو چیز کرد و بعد از اینا شروع کردن به مسابقه کردن و برنده شدن و بعد از یک مدتی بود که اه 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 کشور آمریکا هم اونجا متوجه شد تو روزنامه ها نوشتن دوازده تیم یتیم این بازی ها رو کردن موفق شدن و یک میگم کشور آمریکا هم در یک حالی زندگی میکرد یعنی در حالی بود که ناامید بودن و خیلی چیزای به هم ریخته بود اقتصاد هم, هم میتونه خودشون هم در یک بحران اقتصادی بد بودن و بعد از این این تیم که یواش یواش بیشتر و بیشتر برنده شد چطور این بچه ها واقعا این اتحاد رو پیدا کردن با همدیگه و باور کردن ما میتونیم ما میتونیم برنده بشیم ما یتیم نیستیم ما میتونیم یعنی شروع کردن به باور کردن و از این دروغ که اونجا توی سرشون کاشته شده اینا رو رد کردن و گفتم ما میتونیم و این مردی گفته که بگین اعلام کنین من قهرمان هستم من قهرمان هستم و اینا شروع کردن برال اعلام کردن و این باعث شد که در هر بازی که میرفتن پیروز میشدن و تمام آمریکا از این دوازده تا بچه اطلاع داشتن و یک قلبی برای این بچه ها گرفتن هر جایی که بازی میکردن طرفدار اینا بودن و بعد از این فیلم که تمام شد یعنی تمام در این حال تمام شدنی بود اینجا چیزهایی که اینجا نوشته شده منم ترجمه کردم اینجا میگه که در میان بحران اقتصادی مردم به چیز چیزی نیاز داشتن که به آن پاینده باشند یه چیزی که سفت نگه امیدی داشته باشند این یتیمان یتیمان بیگانه بودن، که چیزی که مردم عادی می به آن باور داشته باشند کسانی نبودند که خودشون رو پوز بدن بلکه واقعا از یک جامعه افتاده افتاده آمده بودند چون آنها برای فداکاری سرسپردگی و امید ایستاده بودند این یتیمان آنها الگوها یا نماد این بودند که پیروزی پیروزی های بزرگ از قلب و شور ناشی می شود همه آنها منعه الهام بودند یعنی زمانی که این فیلم رو دیدم واقعا عزیزان اشک از چشمم اومد که خدا چه چیزی انجام داده روی صلیب چه هویتی به همه ما بخشیده چقدر ما رو از این ظلمت این دنیا آزاد کرده امید بخشیده همه چی رو در اختیار ما گذاشته دیدم که چه خدایی داریم هیچ چیزی از ما من نکرده ما یک پادشاه پادشاه رب و ارباب داریم که در دست راست پدر نشسته و تمام قدرت آسمون در زمین در این در دست اوست ما یک مربی داریم مربی رول که مربی که ما روز به روز ما رو تعلیم میده هدایت میکنه روز به روز ما رو تشویق میکنه او روز به روز ما, رو ما رو قوی میکنه روز به روز ما رو در این مشکلات قرار میگیره که عضلای ایمانمون زیادتر بشه و گفتم که این فیلم واقعا برای من یک, یک نشانه بود که شاید خدا هدایت کرد این فیلم رو نگاه کنم که در موردش امروزم صحبت کنم و اینجا نوشتم که ما باید از نگراش نگرش یتیمان خارج شویم اینجا و جایگاه خود را به عنوان فرزندان خدای زنده به عهده بگیریم ما باید از نگراش یتیم یتیمان خارج شویم و جایگاه خود را به عنوان فرزندان خدای زنده به عهده بگیریم ما هم یه زمان یتیم بودیم زمانی که عیسی مسیح را نمیشناختیم بعد ایسای مسیح میگه که ما رو با فرزند خاندگی دعوت کرده ما الان پسران و دختران خدا هستیم یتیم نیستیم ما یک پدری در آسمون داریم در فکر ماست ما یک ایسای مسیح داریم که فیض روز به روز فراوان برای ماست و یک روح القدسی داریم در کنار ماست با ماست در ماست و ما رو هدایت میکنه این چیزی هست که خداوند میخواد ما رو دوباره زنده کنه ما رو دوباره بیدار کنه که باور کنی ماموریت تو باید فراتر از غیر ممکن باشه و جوابش قدرت رول قدسه جوابش آتش رول قدسه همینطور که گفتم ما به چیزهای فراتر از پیروزی دست یافتیم این جایگاه ماست همینطور که در لوها باب ده های نوزده نوشته اینک به شما قدرت میبخشم که ماران و اغربان و تمامی قدرت دشمن هر دشمنی هست هر چیزایی که ضد تو خواهد آمد میگه که پایمال کنید هیچ چیزی وجود نداره که نتونه جلوی این قدرت قیامت مسیحی در ماست در توست چیز بتونه بیسته این جایگاه ماست عزیزان و خدا میخواد ما رو آماده کنه که روح خدا رو روح قدس رو آتش روح قدس رو بخوایم و بطلبیم و تسلیم او بشیم اون موقع خواهی دید که چطور خدا من از تو یه قهرمانی خواهد ساخت این, با این امید میخوام عزیزان منم همینطور با شما و هر کسی هم از هر کلیسا از هر جایی که ما ما وز شدن این پیام برای ما فقط نیست برای تمام کلیسای دنیاست. تقریبا دو ماه پیش، یک،, یک،, یک ماه پیش بود که با برادرمان ادوارد، ادوارد هورسیپیان که، اه 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 نه، شوره،, شوره نه، چی میگن، چی همگامه؟ شورای شورای همگام شورای همگام خودش به گفته که یک تصویری که داره یا یک ایمانی داره برای دا سال 2024 همون روح القدس و میخوام خودشم هم با همگام همگام این سازمان فارسی زبان کلیسای فارسی زبان است که در این دنیا هست و گفته که برای این ما میخوایم چشممون بذاریم جواب سوال ما در سال 2024 رول قدرت رول و جالبش اینه که دو روز قبلش بود که نسرین آمد گفته که من خیلی تو قلب منه برای 2024 مخصوصا تمش بکنیم موضوعش بکنیم روح القدس و چطور روح القدس اینطوری هدایت کرد که امروز هم همینطور این پیامی که او آوردم که هدایت روح القدس توست این چهارم هدایت روح القدس است که خداوند میخواد یه کار عظیمی در زندگی تو نگاه کنی اینو نگاه میکنی این تو هستی و خدا میخواد الان اینو تو رو پر کنه با قدرت روح القدس با آتشش با اشتیاقش و هر کاری که برای خداوند هر کاری که برای خداوند میخوای انجام بدی همه چیز از این چشمه اشتیاق اشتیاق اوست نه اینطوری دستوره نه من باید نه نباید بلکه این اشتیاق محبت خداست که تو رو هدایت خواهد کرد آیا میخواین؟ آیا میخواین این رو به دست بیارین؟ امروز میخوایم همینطور وقت رو برای شما بذاریم عزیزان به این خاطر میخوام بعد از الانی که موعظه تمام شد میخوام دعوت کنم کسانی که واقعا احساس میکنن این هستن و میخوان خداوند میخوام یه کار موافق و طبیعی در زندگی من انجام بدی من میخوام پر بشم از روح القدس تو من میخوام تو بیای خداوند این قلب خودم رو جلوی تو بلند میکنم و میخوام بیای این با این آتش و همینطور این باران رحمت تو ریخته بشه دوباره ثمره بیارم آمین ما میخوایم الان یک سرودی هست که همینطور روی قدوس خدا میخوام این سرود رو بذاریم و همینطورم میخوام دعوت کنم عزیزان میخوام از این جایی که الان اونجا هستین اگه میخواین اگه واقعا تو قلبتونه میتونیم بایستیم و بیاین جلو ما دوست داریم برای شما دعا کنیم و مطمئن باشین که روی قدوس شما رو میفهم این شما رو میدونه و زمانی که میاین جلو واقعا با قلبی ایمان بیا این چلو و میگه خداوند من قلب خودم رو رو مذبعه تو میذارم با آتشت بیا جواب بده و میخوام 2024 رو با تو شروع کنم و میخوام جلال تو رو در زندگی خودم ببینم آمین گود <applause> محسا کجاست؟ یا گود اوکی یا خداوند ممنون هستیم از کلام تو ممنون هستیم خداوند که تو خداوند دست تو کوتاه نیست خداوند خداوند و امروز ما رو اینجا جمع کردی خداوند که ما رو با قدرت رو قدس تو پر کنی خداوند ما امروز خداوند نمیخوایم دو دل باشیم بلکه میخوایم خداوند از راهایی که ما رفتیم از دروغ که شنیدیم خداوند خودمون رو کنار بذاریم خداوند و میخوایم دوباره برگردیم و بگیم عیسی مسیح خداوند منه عیسی مسیح پادشاه منه خداوند میخوایم دوباره برگردیم سمت تو خداوند پس خداوند بیا این قلب های خودم رو جلوی تو بلند میکنه و دعوت میکنم الان هر کسی اگه این کلام با قلب های تو صحبت کرده بیا این جلو خادمین اینجا برای شما دعا خواهند کرد بقیه هم همینطور هر جایی که الان هستین همینطور میتونید دعا کنید اگر هنوز به عیسی مسیح ایمان نیاوردین هنوز در حال جستجو هستین همینطور نام عیسی مسیح رو بخوا و بگو خدا من بیا خودت رو به من آشکار کن هللویا خدا من بیا میتونی آهنگ رو یکم بلند کنین هللویا خدا من خادمین هم میتونم خواهش میکنم بیاین دعا کنین برادر نور خداوند خداوند او را با شیدی ها شست و سوریه دستتون بلند کنین دستتون بلند کنین و بینید خداوند بیا رول قدس بیا این بدن خودم رو مثل یه قربانی زنده در در روی مذبه تو میسپارم خداوند بیا با آتشت به من جواب بده خداوند بیا با آتشت به من جواب با ایمان و ایمان این یه برکتی نیست که خداوند میخواد به شما ببخشه این برکت نیست بلکه حیات اقتدار عزیزان به این خاطر اینو جدی بگیرین جدی بگیرین هاللویا خداوند بیا روح القدس میتونین آهنگ رو یکم بلندتر بکنیم و همه هم میتونیم بخونیم اگه دوست داریم میتونین این سرود هم اینطور بخونین هاللویا ماشیدیا راتوشوسوس